با درود فراوان عزیزانم، هموطنان گرامیم، به یک سری دیگر از برنامه های ویدیوی یوتیوب خوش آمدید. قبل از هر چیز میخوام سال جدید میلادی را که تمام دنیا ما از آن تاریخ برمیداریم به تمام شما و همه جهان تبریک عرض کنم. این سالی است که امیدوارم سال صلح، پربرکت، خوبی، خوشی برای همه ماها باشه. فرق نمیکنه ایرانی هستیم، مسیحی هستیم، هر مذهبی که داریم، ما باید این سال را هم جشن بگیریم. خب امروز برنامه‌ای که میخوام برای شما بذارم، خمیر هزار لا رو میخوام در ماهی پر کنم از ماهی و سبزیجات و در فر میذارم. موادی که لازم داریم در درجه اول خمیر هزار لا که بعداً باز خواهم کرد و شما خواهید دید. الان دست نمیزنم، خمیر باز میشه دیگه، قابل بستن نخواهد بود. و از چیزی که استفاده میکنم گوجه فرنگی رشته بریده شده، کمی جعفری، فلفل رشته بریده شده، سیر خشک پرههایشو، از بادمجونی که سرخ کردم، درباره اون بعد هم شرح خواهم داد که چطور بادمجان رو سرخ کنید که کم روغن ببره، کمی آرد و از زیره سیاه یا دانه های سیاه که روی نون میپاشن، و یا اگه نمیخواید میتونید از تخم کنجید استفاده کنید. در اینجا من برای عوض آب لیمو از نارنج استفاده می کنم. از آب نارنج، الان فصل نارنج، کمتر از آب لیمو مفید نمی باشه. کمی از جینجر که زنجبیل باشه، دو عدد کوچولو از فلفل چیلی تند و ماهی. نه، دوربین رو خواهش میکنم بیارید اینجا بگیرید. از ماهی که قبلا یخ آن باز شده، ماهی بدون استخوان می باشه، بدون تیغ می باشه، نمک زدم و آماده کردم. و همینطور یک عدد پیاز رشته بریده شده که می خوام قبلا بدون روغن اونو سرخش بکنم، به روی حرارت می زنم تا بعدا با شما صحبت بکنم. و در کنار این ما می تونیم ظرف سالادیم برای خانواده بذاریم، یک غذای کامل خواهد بود. خب حالا ترتیب این کار چیه؟ قبل از هر چیز من اینجا ببینید پیاز رو سرخ میکنم بدون روغن. روغن نمیریزم، اجازه میدم تا شفاف بشه. هم میزنم تا این پیاز آب خودشو جذب بشه، کمی شفاف بشه، روغن زیاد نخواهد بود. حال ببینید عزیزان، این پیاز ما کم کم داره آب اون تبخیر پیدا میکنه، نرم شد، شفاف شد. و من در اینجا الان کمی روغن زیتون استفاده میکنم. امروز عوضی که من سیر به این غذا اضافه بکنم، میخوام از ترک های سیر خشک شده که در سوپرها به فروش میرسه استفاده میکنم. شما هم میتونید گاهی این عمل رو انجام بدید. الان شما توجه کنید ببینید این پیاز ما سرخ شد تقریبا. خب و من میخوام اول فلفل رو اضافه کنم. چرا؟ برای اینکه فلفل سفتر می باشه و دیرتر پخته میشه، دیرتر سرخ میشه. البته خیلی سرخ نمی کنم چون که نمی خوام که این سبزیجاتی که من سرخ می کنم مواد ویتامینیشو از دست بده. سپس
گوجه فرنگی رو اضافه کردم. گوجه فرنگی معمولا آب داره. باید کمی سبز کنیم. الان اینجا این گوجه فرنگی و فلفل کمی نرم شد، و من با اجازتون الان اینجا جینجر اینجا اضافه کردم. یک همچین سیری اضافه کردم، پره های سیر خشک. من با این دست هم میزنم تو دوربین بتونه خوب برای شما عکس بگیره، راحتتون باشه. الان فلفل، پاپریکا، سعی میکنم دستم رو طوری بگیرم که مزاحم دوربین نباشه، کمی نمک، الان ببینید به این طریق. و من اینها رو خالی میکنم در یک بشقابی. و الان به کار دیگه میپردازیم. اینجا الان این ماهی که نمک زده بودم و آب داره، با کاغذ آشپزخونه آب اونو میگیرم. که آب نداشته باشه و به قطعات دلخواهم اونو میبرم. اوکی. خب این ماهی رو من به قطعات کوچک بریدم. ببینید این اندازه، این اندازه، تمام قطعات کوچولو که بتونم داخل بورک حس بکنم. خوب خشک میکنم. در این ماهی تا به کمی اول روغن میریزم، خیلی کم، برای اینکه ماهی نچسبه. کمی آرد پاشی کردم که نچسبه ماهی به ماهی تابه. روغن که کمی گرم شد، از روی گاز بر میدارم و این عمل رو انجام میدم. دلیل داره، برای اینکه اگه وقتی که روغن در ماهیتابه هست و شما داخل اونو ماهی میریزید، به صورت شما میپره، صورتتون رو میسوزونه. همینطورم برای چیپس. الان حرارت رو بالا میکنم تا این ماهی سرخ بشه، پخته بشه. ببینید عزیزان، این ماهی الان داره پخته میشه. ماهی خیلی زود پخته میشه، ولی با این وجود من اجازه میدم تا خوب سرخ بشه که وقتی داخل بورکس میکنید این ماهی بو نده. وقتی که خوب سرخ شد، من به روی این آب نارنج میریزم. حالا
یا میتونید شما از این چیلی های ریز استفاده کنید. اگر براتونم سخته، در دسترس ندارید، میتونید از سس تند استفاده کنید. به این طریق که سس تند یک کمیشو اضافه میکنید در داخل ماهی میریزید آب نارنج رو استفاده میکنم میریزم حرارت کم میکنم به هم میزنم و این مواد رو بهش بر میگردونم به ماهی گاز رو خاموش میکنم حالا اینجا کاری دیگه دارم الان عزیزان شما ملاحظه بکنین من بیشتر اوقات در دستورات خدمتون عرض میکنم که برای سبزیجات باید یک تخته پلاستیکی جدایی داشته باشیم برای گوشت مجزا باشه برای ماهی مجزا باشه همونطور که دیدید به خاطر که وقتی سبزیجات رو خرد میکنید روی این جور تخته که فقط مخصوص خودش میباشه بوی ماهی نمیده بوی گوشت نمیده و خیلی بهتره الان من اینجا بادمجونی که سرخ کرده بودم به قطعات کوچک میبرم الان دوستان میخوام خدمتتون یک چیزی عرض کنم بادمجون رو ببینید شما این روغن نداره ببینید روغنی نداره که سخت باشه برای خوردنش و بگید که روغن داره نمیشه خورد در درجه اول من بادمجون وقتی که برش کردم بریدم به هر طریقی که دوست دارم میخواید به طریق برای خورشتی یا برای اینجور چیزها هر نوعی که برش میدید اول این بادمجون نمک کردید شستید خشک کردید در ماهیتابه ای که یا چدنیه و یا در ماهیتابه ای که باش کار میکنه هیچ فرقی نداره اول بدون روغن اونو این رون رو کنید کبابی بکنید مثل کبابی سرخ بشه رنگ بگیره سپس با برس آشپزخونه بروش روغن بمالید اینطور یک دفعه در دستوراتم اینو نشونتون خواهم داد بمالید و اینو از هر رو سرخ کنید کمتر روغن میبره وقتی که روغن سرخ شد زیر اونو یک تیکه کاغذ بذارید و در قوطی های سربسته برای هر وقت که میخواهید یا در فریزر و یا در یخچال نگهداری کنید حال من این بادمجونی که خرد کردم و به موادی که در وک هست اضافه میکنم به این طریق به هم میزنم میدونم که خوشمزه است چون چیزی که به این خیلی خوشمزگی میده ماهی با بادمجون باشه الان برمیگردیم سر باز الان من روی تخته کمی آرد میپاشم که این خمیر به راحتی باز بشه البته خمیر رو باید در حرارت اتاق گرم بشه باز بشه یخش و اگه نه هیچ ارزشی نداره این هم بازیم یک کم آرد می پاشم که دستم نچسب خمیر به دستم و اینو به قطعات
مربعی میبرم به این طریق. خمیر رو باز نمی کنم چون نازکه و اینو اجازه میدم تا این مواد ما خنک بشه، برای اینکه اگر این مواد تا زمانی که داغه من از اون استفاده بکنم خمیر خراب شده. پس برای چند دقیقه من آن ترک میدم تا این خمیر ما درست بشه. و خب در زمانی که صبر کردیم تا این مواد مخلوطی خنک بشه و الان ببینید به چند طریق من نشون شما میدم که میتونید اینو درست کنید. البته الان دیگه اینم کمی بعد خمیر ما باز شده، ولی خب اشکالی نداره. یک طریقش اینه که میتونید اینو بپیچونید اینطور به این طریق، به این طریق میتونید به روی کاغذ روغنی بذارید. طریق دیگرش اینه که میتونیم اینجا به این فرم این طرف بذاریم و از این طرف بیاریم برگردونیم به اینجا به این طریق. اوکی؟ به این طریق. حالا من اینو چطور بلند کنم که نچسبه، چون که این خمیر ما بیرون موند قبلا، ولی خب اشکالی نداره میشه درستش کرد، هر چیزی راهی داره. به این طریق میتونیم طریق دیگه ما استفاده کنیم. به این طریق که اینجا رو باز میکنم این خمیر رو من آرتپاشی میکنم که به دستم نچسبه. به هر اشکالی که شما دوست دارید میتونید درست بکنید. میتونید یک سانت مونده به لبه حاشیه، ملاحظه کنید یک سانت این فرم. من خودم از این مایه خوردم خیلی خوشمزه بود و اینو من اینطور الان این در اینجا مونده، متاسفانه اشکالی نداره، به هر طریقی میشه درستش کرد. و الان دوستان ملاحظه بکنید ببینید که من اینو به سه طریق برای شما، حتی چهار طریق دادم. طریق اول اینه که اینطور مستطیل دراز یا مستطیل بزرگتر که بعدا شما اینو میبرید و استفاده میکنید، و یا به شکل مثلث، و یا اینطور مانند پیتزا میتونید درست بکنید. حال روی اینو من روغن میمالم. روی این فقط یه دو قطره میچکنم. روی این روغن مالی میکنم. از روغن زیتون اگه استفاده میکنید نترسید، کلسترول نداره. خب حالا اینطور، و روی اینها رو من سیاه دونه میپاشم.
میتونید شما کنجید بریزید، تخم کنجید، ولی اینا بدون سیاه دونه بهتر از کنجید میباشه، مفیدتره. عزیزان، چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، الان فر من گرمه، من اینو در درجه وسط میگذارم. به درجه 170 برای مدت 30 دقیقه. چیزی که الان میخوام خدمت شما عرض کنم، بادمجونی که دیدید من چطور سرخ کردم، باید برای اینکه کمتر روغن ببره و پخته بشه این بادمجون، هرچی میتونید نازک باید باشه، مگه بادمجونی که برای خورشت بخواید و به شکل چارباش میبریم، اون دیگه اون اگر اینکه یک کمی کلفت باشه، زخیم باشه، هیچ اشکالی نداره. الان من صبر میکنم تا این پخته بشه و ببینیم چطور آماده میشه. حالا برای سالادمون، من باز هم از نارنج استفاده میکنم. الان فصل نارنج خیلی خوبه. چیزی که یادم میاد که در ایران بودم، البته من 53 سال 4 ساله ایران هستم، وقتی زیر کرسی میشستیم این نارنج ها رو نصف میکردیم، البته در ایران نارنج هاش خیلی بزرگتر، نصف میکردیم، روش شکر میپاشیدیم، پای منقل میذاشتیم روی آتش منقل و خیلی خوشمزه بود. ولی خب اینجا ما الان دیگه کرسی نداریم، اینها رو نداریم، ولی شمایی که کرسی دارید حتما این کار رو بکنید. این سالادی که الان درست کردم، هیچ اشکالی نداره که این مابقی زیتون رو توش بریزم، روغن زیتون. یک کمی دیگه روغن زیتون اضافه میکنم. کمی نمک میزنم. کمی فلفل. و آماده کردن سالاد، وقتی که همه این مواد رو میریزید، هیچی بهتر از این نیست که با دست به هم بزنید. خداوند این انگشتار رو داده برای این کار. وقتی دستمون تمیزه هیچ اشکالی نداره. خب این الان این سالادم آماده است. خب عزیزان، الان شما میبینید اینجا یک مقداری از این مواد مخلوطی باقی مانده، درسته؟ یا اینو میتونید شما در داخل نانهای تورتیوت بریزید، بپیچید و در ماهیتابه با کمی روغن زیر رو کنید، سرخ کنید، خیلی خوشمزه است. طریق دیگرش میتونید که اینو پاستا بپزید، با پاستا روی به روی پاستا در ظرفی که مناسب فر باشه بریزید و روشو با یک تخم مرغ یا دو تخم مرغ که به هم میزنیم از هم باز میشه، با یک قاشق آب اینو به روی پاستا میریزید، تخم مرغ رو به روش میریزید، فویل میکشید، در فر میگذارید. طریق دیگر هم باز میتونید این کار بکنید. از این باقی مانده میتوانید برنج رو تا حد 12 دقیقه بجوشونید، آب کش کنید، البته با نمک، کمی روغن بزنید که به هم نچسبه، در ظرفی که مناسب فره برنج رو میریزید، این مواد رو به روش میریزید و فویل میکشید، در داخل فری که با 170 درجه قبلا گرم شده برای مدت 20 دقیقه 25 دقیقه میگذارید. اونم یک طریق دیگه میباشه.
من اینو دور نمیریزم، از این استفاده میکنم به هر نحوی که شده. در برنامه های آینده دستور اینو براتون خواهم داد و دستور برنج ایلانوتی اون آقای عزیزی که از من خواستن حتما براتون فراموش نکردم، فقط فرصتی خواستم داشته باشم و براتون حتما درست میکنم به روی چشم کسانی که هر دستوری میخواهید فراموش نمیکنم. فقط فرصت میخوام چون که خب به هر حال مشغولم. عزیزان کتابی در آمازون دارم به نام ایرانیان کویزین، خواهش میکنم که البته اگه من اینطور استادم بیادبی حساب نشه در خدمتتون، به خاطری که من ناراحتی از کمر دارم، از پا دارم، مجبورم اینطور بیستم. و چیزی که کتابی که در آمازون گذاشتم به نام ایرانیان کویزین، خواهش میکنم اونو خریداری کنید، برای دوستانتون هدیه بفرستید. این کتاب کاشره، کتاب حلال میباشه. من از غذاهای حلال استفاده میکنم که برای هر مذهبی مورد اطمینان و مناسبش باشه. کتاب دومی که در آمازون به زودی تا یک هفته دیگه امیدوارم موفق بشم بگذارم و الان تقریبا به اتمام رسیده، آخرین مرحلهش میباشه که در دست ناشر میباشه، اون هم به نام انواع و اقسام برنج ها، یعنی با برنج چه چیزهایی میتونیم درست کنیم، اگه این سوپ هاست، اگر این از لحاظ دلمه ها، پلو ها و حتی دسر ها. خواهش میکنم از اون کتابم به نام کتاب برنج ها رایس استفاده کنید، خریداری کنید. خوشحال میشم که با شما در تماس هستم. یه مدتی دیگه برمیگردیم و من این برک ها رو از سینی بیرون میارم که شما ها ببینید. الان ملاحظه بفرمایید، من بعد از 30 دقیقه از توی فر خارج کردم و شما میبینید به 4 طریق میباشه. طریق اولش مثلث، مستطیل، باز هم مستطیل. و الان من اینو میتونیم در کنار هر بشقابی که بذاری، ببین چه صداش قرچ میکنه، این داخلش میباشه و این مثلث در کنارش. میتونید یک قطر از این، خیلی هم داغه، نخواستم که بورک خنک بشه، برای اینکه خوردن بورک خوشمزگیش به همین داغش میباشه. خب عزیزان، این کمی از این و با سالاد شما میتوانید سرو کنید. عزیزان عزیزم، برنامه ما به پایان رسید. خوشحالم که تونستم چیزی برای شما ارائه بدم. البته نظریات شما برای من خیلی مهمه. سعی میکنم اگر ایرادی هست، اگه انتقادی دارید، برایم در پایین یوتیوب بنویسید، چشم، اونها رو رفع خواهم کرد. خدا نگهدارتون. باز هم میگم پل ارتباطی ما با رادیس این رو قطع نکنید، از رادیس این حمایت کنید، روی خط تشریف بیارید. 03-67-3-0-60 روزهای چهارشنبه ساعت 5 تا 6 برنامه آشپزی دارم. میتوانید اون رو از طریق اینترنتی گوش بدید و خوشحال میشم. همینطور این برنامه ها رو من در یوتیوب میذارم براتون. به هر طریق میخواهم که پل ارتباطیمون با هم باشه. همگی ما ایرانیان در جهان براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خوش باشید.